در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع به اصطلاح ازدواج سفید در شهرهای ایران گسترش یافته است. دلایل گسترش ازدواج سفید چیست؟ مزایا و مضرات آن چیست؟ سلام به بینندگان پرگار. جمهوری اسلامی در حالی که به دهه پنجم حیات خود نزدیک می شود، مثل مرد میان سالی است که با ناباوری به رفتار فرزندان خود نگاه می کند و از خود می پرسد چه شد که رشته کار از دستم رفت. چند وقت پیش رئیس دفتر رهبری ایران با هشدار در مورد آنچه که ازدواج سفید خوانده شده گفت شرم‌آور است یک زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج با هم زندگی کنند. دیری نمیرسد که مردمی که این نوع زندگی را برمیگزینند نسل حلالشان از بین میرود. چه چیز باعث شده همباشی زوج با یکدیگر به دور از چشم قانون و شرع گسترش یابد؟ قول قراری که بر اساس اون ازدواج سفید شکل میگیرد از چه سنخی است و از مقایسه اون با ازدواج سنتی در ایران چه در میابیم؟ آیا ازدواج سفید ناشی از رشد فردیت و اهمیت انتخاب آزاد و بازگذاشتن امکان خروج آزادانه از این انتخاب است؟ یا ناشی از فرار از مسئولیت‌های خطیری که ازدواج سنتی پیش پای زوج می‌گذارد؟ مخفی بودن این نوع زیست مشترک نقطه قوت آن است یا محل آسیب آن؟ از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم به زوجی که چنین زندگی مشترکی در پیش گرفته‌اند چه خواهند گفت. ژیلا موحد شریعت پناهی، کارشناس مسائل زنان، عبدالمجید مهاجرانی، پژوهشگر مسائل اسلامی و سوده راد که خود را فعال برابری جنسیتی می‌نامد. خیلی خوش آمدید. خانم شریعت پناهی، در مورد میزان گسترش همباشی زوج با هم یا ازدواج سفید، البته شاید اسمای دیگه ای هم برای این نوع زندگی مشترک بشه پیدا کرد، ولی فعلا ما از لفظ ازدواج سفید استفاده میکنیم. در مورد گسترش این آمار و ارقام دقیقی نداریم، ولی همینقدر میدونیم که در موردش هشدار داده میشه، سمینارهایی گذاشته میشه و به نظر میاد واقعا یک مسئله شده برای حکومت. دلایل گسترش شما چی میدونید؟ بله، با سلام خدمت شما مخاطبین گرامی و بقیه دوستان. من در ریشه یابی این پدیده پنج علت رو تونستم بهش برسم که البته با کمک بقیه دوستان انشاءالله تکمیلش میکنیم. سه تا علتش مربوط میشه بیشتر به جوامع سنتی و دو تا علتش هم مربوط میشه به جوامع سنتی و صنعتی. من خیلی مختصر چون مقدم هست فقط اشاره میکنم، بعد در بحث ایشالله که با کمک دوستان این رو باز میکنیم. یکی از مهمترین علل همین دست و پاگیر بودن تشریفات ازدواجه که خب همه دیگه میدونیم و هم از مخارجش و خود تشریفاتش قبلش بعدش، و خب این باعث گریز جوانان از ازدواج قانونی شده. و همچنین وقتی که ازدواج قراردادش نوشته میشه یک مقداری تبعیض‌های قانونی در وظایف و تکالیف دو طرف دیده میشه که به نظر من این میتونه یکی از دلایل گریز از ازدواج باشه. و همچنین وقتی که ما میبینیم جداسازی‌هایی که بعضیش واقعا غیر منطقی هست و از همون ابتدای طفولیت بین دختر و پسر گذاشته میشه و همطور ادامه پیدا میکنه، این سه تا بیشتر مخصوص جوامع سنتی من اسمشو میذارم. اما دو تا دلایل دیگه هم مربوط میشه به دلایل مربوط به جوامع سنتی و جوامع صنعتی. حالا من از پیشرفته یا مدرن یا اینا نمیخوام استفاده بکنم، همون جوامع صنعتی کافیه. به نظر من یکیش ترسه، ترس از اینکه اصلا
ما این انتخابمون درسته یا غلطه. ترس از این که اگه ما در یک رابطه ناسالم گیر بکنیم اون وقت چطوری باید بیایم ازش بیرون، و همچنین ترس از شکست و طلاق که خب واقعا در هر جامعه ای الان هنوز یک تابو هستش. و بالاخره آخرین دلیلی که من فکر میکنم میتونیم به روش پافشاری بکنیم این گریز از قبول مسئولیت، گریز از قبول تعهد دراز مدت، و البته عوارضی که ناشی از این قبول یا عدم قبول مسئولیت برش بار میشه. و این پدیده گریز به نظرم میاد که به خاطر اینه که فردیت خیلی بهش بها داده میشه، بنابراین خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشته باشه. خب با این عواملی که برشمردید، وقت جواب شما به زوجی که میخوان این نوع زندگی رو در پیش بگیرن در ایران چه خواهد بود؟ ولی من خیلی فرار میکنم از این که بخوام رهنمود بدم، چون که واقعا تخصص آنچنانی ندارم در این مسائل، ولی میتونم به زوجها توصیه بکنم که شما یا کتباً یا شفاهاً یک تعهدی رو از طرف مقابلتون برای مسائل مشترک داشته باشید، چون به هر حال زیر یک سقف رفتن یک سری کارهای مشترکی براتون ایجاد میکنه، و اگر شما هیچ ضابطه‌ای برای این تقسیم کار و یا اینکه تقسیم مسئولیت‌ها نداشته باشید دچار مشکل میشید. این قول شفاهی باید یه قول شفاهی طبق ضوابط جاری نمیدونم شرعی باشه، یا صرف این که من مثلا شما رو دوست دارم میخوام باهات، یا تو رو دوست دارم میخوام باهات زندگی کنم کفایت میکنه؟ چون طبیعیه که زوجی که با هم زندگی میکنن یه قول و قرارهای شفاهی دارن با هم دیگه. ولی ببینید به نظر من اگر که واقعا مسئله بچه و کودک در میان نباشه، خب این تعهد میتونه خیلی راحت تر باشه، میتونه همون کشش های عاطفی باشه، کشش هایی که ما اسمش رو عشق میذاریم، محبت میذاریم، مودت میذاریم، احترام میذاریم، خب میتونه این باشه. اما اگر که واقعا قصد دراز مدتی هست و به خصوص ممکنه ناخواسته کودکی این وسط به وجود بیاد، و به خصوص که در جوامع سنتی ما اصلا سقط جنین رو هم درست نمیدونیم، یا اینکه قانون چنین اجازه به زن نمیده، خب مسلما در این صورت باید این تعهد یه تعهد محکمتری باشه. یعنی فکر میکنید نباید دور از چشم قانون و شرع باشه؟ فکر میکنید مخفی بودنش به این شکل برای بچه‌ای که ممکنه به دنیا بیاد خطر در بر خواهد داشت؟ بله، من فکر میکنم به خصوص در جوامع سنتی که هیچ گونه حمایتی از مادر و کودک در این شرایط نمیشه، واقعا عاقلانه نیست که بله. ما در جامعه مثل ایران بخوایم یک توصیه برای گسترش این پدیده بکنیم، بلکه من در نهایت وقتی که به آسیب شناسی پدیده برسم وقت میتونیم که یه راحل هایی رو ارائه بکنیم که شاید راه کشا باشه. خانم راد شما چه؟ البته همجوری که خانم شریعت پناهی گفتن از شما نمیخوایم رهنمود بدید، ولی تحلیل شما از پدیده چه خواهد بود وقتی شما با زوجی که میخوان همباشی یا ازدواج سفید در پیش بگیرن، تحلیل شما از حرکت اونها چه خواهد؟ من فکر میکنم که به جای اینکه بهشون بگم چه کار باید بکنید، بیایم ببینیم که زوجهایی که این روش زندگی رو انتخاب کردن چه کار دارن میکنن. توی جامعه ایران اگر علل خصوص بخوایم صحبت بکنیم، داریم راجع به ازدواجی صحبت میکنیم که به زن و مرد و زن و مرد بیولوژیک پیشنهاد میشه و تنها راه با هم بودنشونه. یعنی اگر زن و مردی یا هر دو نفر انسانی که بخوام با هم دیگه بدون ازدواج شرعی و ازدواج قانونی زیر یک سقف زندگی بکنن، دارن یک عملی انجام میدن که پیگرد کیفری داره. کسی که این انتخاب رو میکنه فکر میکنم خیلی ناگهانه و خیلی بی‌انصافیه که فکر کنیم نمیدونه چه چیزی در انتظارشه. کسی که دائما با تهدید هم از طرف عرف
روبروه، هم از طرف قوانین روبروه. کسیه که نمیتونه با پارتنرش، با شریکش، با هم باشش، با کسی که باش در یک ازدواج سفیده برن یه هتل بگیرن، نمیتونن مسافرت کنن، دائم در یک فضای بسته‌ای هستن که کی بفهمه کی نفهمه، فهرستی دارن از افرادی که مطلع بشن و نشن. در واقع این افراد آدمایی نیستن که همینطوری بگن که خب حالا ما از امروز میخوایم ازدواج کنیم ولی هیچ رنگ دیگه ای نه، فقط ازدواج سفید. میدونن که چه چیزی رو دارن انتخاب میکنن، میدونن که نمیخوان عقد دائم داشته باشن تحت قوانین اسلامی و البته ایرانی و نمیخوان تحت عقد موقت باشن. به چه دلیل؟ دلیلش خیلی میفهم کنم واضحه، به این دلیل که آزادی های فردی بیشتری ازشون گرفته میشه. البته این آزادی های فردی گرفته شدن ازشون و به اسم فردیت ازش نام بردن نشون دهنده بی‌مسئولیتی نیست. فکر می‌کنم خیلی مهمه که یادآوری کنیم ما داریم توی جامعه زندگی می‌کنیم که در طول هزاران سال ازدواج و عقد ازدواج رو به عنوان یک فضیلت، یک موفقیت، یک برتری معرفی کرده و طلاق هنوزم که هنوز یک شکسته. با اینکه این همه هی ازدواج صورت می‌گیره و این همه هم طلاق هست، در تهران از هر 3 ازدواج یکی به طلاق منجر میشه، در شهرستان از هر 5 تا یکیش، باز هم تبلیغات ویژه‌ای هست برای ازدواج. حالا نه اینکه تبلیغات تلویزیونی، بلکه شما مثلا در جوامع غربی وقتی که عقد ازدواج داشته باشید مالیات کمتری میدید و از یه سری ارجحیت‌های قانونی برخوردار هستید. توی حالا جامعه آکادمیکی که حداقل من توش هستم ازدواج کردن یک شأن ویژه‌ای برای شما میاره که جای دیگه نمیاره. این منظورم اینه که داریم در یک شرایطی صحبت می‌کنیم که ازدواج کردن رسیدن به یک موفقیت، یک مرحله والاتره، در حالی که فکر می‌کنم باید توجه کنیم کسایی که نمی‌خوان ازدواج بکنن دارن این اولویت‌ها اولویت بخشی ها رو زیر سوال میبرن و خودشون رو نه به خاطر اینکه بخوان با حکومت، با دین، با عرف مبارزه کنن، خودشون در یه شرایطی قرار میدن که دارن جامعه رو پیش میبرن به تعریف جدیدی از روابط انسانی. که این روابط تعریف انسانی، جدید از روابط انسانی از ضرورت های زندگی در ایران حاصل شده یا نه اونجور که مخالفینش میگن ناشی از آشنایی با فرهنگ غرب وارداتیه؟ خب وقتی ما میگیم فرهنگ غرب، اولین چیزی که توی ذهنمون میاد آزادی های فردیه. واقعیت اینه که فرهنگ و ادیانی که در شرق در جریان بودن در طول هزاران سال پیش اولویت کمتری به آزادی‌های فردی دادن. ازدواج خودش قراردادیه که برای اینکه یک نفر بر دیگری تسلط داشته باشه، یک نفر مالکیت انتخاب‌های دیگری رو داشته باشه. و این قرارداد ازدواج در طول زمان هم دینی شده، هم مدنی شده. ما با یک پدیده روبرو نیستیم که بگیم 10 ساله که ازدواج رخ داده. در واقع اتفاقی که امروز توی ایران داره میفته پیشرفت به سمت آزادی‌های فردی، اتفاقی که همه جای دنیا افتاده. اینکه ما میگیم این نمادی از غرب زدگیه به خاطر اینکه تجربهش قبلا توی غرب اتفاق افتاده. چطور ما وقتی که فروشگاه‌های بزرگ لباس مدهای شرقی میارن نمیگیم اینها الان شرق زده شدن، ولی همیشه هر حرفی که راجع به حقوق بشر میشه، هر حرفی که راجع به آزادی‌های فردی میشه میگیم این نمادی از غرب زدگیه. من فکر می‌کنم که جامعه باز اطلاعاتی این در واقع چشم‌ها رو باز کرده به سوی اینکه میشود طور دیگری هم زندگی کرد، میشود تعهد رو و عشق ورزی رو و انصاف مدار بودن رو طور دیگری تعریف کرد جز عقد قانونی و عقد شرعی. آقای مهاجرانی، شما در مورد رشد ازدواج سفید چی فکر میکنید و تحلیلتون ازش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله یحب التوابین یحبونهم و یحبونه. من مقدمتاً باید مطلبی رو راجع به عشق و محبت بگم که در پیام آسمانی قرآن بزرگ کلمه محبت خیلی استفاده شده و خداوند دوست داره مخلوقشه و دوست داره بازگشت کنندگان به سوی او را. یکی از تجلیات این دوست داشتن رابطه دو تا انسانه که اینا در رابطه یه حب و عشق و دوستی با هم داخل میشن. این در عرف مذهبی ازش تعبیر به ازدواج یا نکاح یا زناشویی شده و تمام پیامبران الهی علیه السلام از زمانی که انسان آفریده شده تا پیامبر خاتم همه پرچمدار این نهاد بودن. نگرش خاص اسلام، یه نگرش به خصوص مکتب اهل البیت، یه نگرش بسیار مثبتیه به این رابطه. یعنی
بسیار تشویق کننده است و بین برخلاف بعضی از مذاهب که روحانیت رو تشویق میکنن، ازدواج به عنوان یه امر مقدس شمرده شده و تشویق شده بهش، یعنی تشویق شده که انسان ها تنها نباشن. شما شاید خیلی تعجب بکنید که اگر من فهوای یک روایتی به شما بگم که دو موقع هست که موقع استجابت دعاست، این عجیبه این روایت، و اون یکی وقتی که خون شهیدی ریخته میشه، البته شهید به حق، خون شهیدی ریخته میشه، دوم وقتی که عقد نکاح رابطه این دو رابطه بسته داره میشه، اون موقع استجابت دعاست. یعنی انقدر مقدس، انقدر مهم، انقدر اهمیت داره که موقع استجابت دعاست. بنابراین رابطه دوستی و محبت بین زن و مرد که عرفش هم زن و مرد، از نظر مکاتب الهی به خصوص مکتب اهل بیت علیهم السلام تایید شده، تشویق شده و جوانها باید دنبال این باشن. یک سلسله مسائلی هست که در هر جامعه فرهنگ اون جامعه رو تشخیص میده که اینا ربطی به مذهب نداره، کار انبیا مبارزه با این فرهنگ های باطل بوده. ما از اون چی که قل و زنجیر به دست مردم به سوی خدا پناه میبریم. یکی از این قل و زنجیرها چیه؟ اینه که رابطه ازدواج و رابطه سختی کردن، قل و زنجیرهای قانونی فوق‌العاده گذاشتن. هیچ قانونی در دفتر الهی مقدس نیست مگر اون چی که از طرف خاندان محمد و آل محمد اومده، و اون ازدواج رو خیلی سهل و ساده کرده. با کمال تعجب در مذهب اهل بیت ازدواج شاهد لازم نداره، فقط طلاق که شاهد لازم داره. لذا اسم مهم نیست، واقعیت مهم است. تا مادامی که این رابطه بین دو زوج مخالف بر مبنای حکم الهیه، تو پرانتز حکم الهی یعنی اون چیزی که از نظر متافیزیکال و آنتولوژی کهکشان ها تا اتم تابع اون حکم هستن که بر یه طبق عزم ریاضی آفریده شدن، این حکم به صورت قانونی در قرآن بیان شده، در به صورت تشریع، تا وقتی که در اون چارچوبه نه احتیاج به شاهد داره، نه احتیاج به دفتر و نوشتن داره، فقط اگر مراعات اون چیزی که خدا خواسته بشه، این از نظر فقهای نظام اسلام، از نظر قرآن قابل تاییده و هیچ زشتی نداره. ولی چون هدف از آفرینش بندگیه، اگر کسی اومد این قانون رو کنار گذاشت، گفت نه ما صرفا همینقدر که فکر میکنیم همدیگر رو دوست داریم، متخلی از قانون ازدواج و نکاح، میخوایم بریم با هم زیر سقف زندگی کنیم، میتونید برید زندگی کنید، چون اسلام قل و زنجیر به گردن کسی نذاشته. ولی منتظر پیامدهاش باشید، همونطور که پیامدهاش از نظر شما احسن، پیامدهاش هر چیزی در این عالم طبق قانون نیوتن که عزیزان میدونن هر عملی یک عکس العملی داره، هیچ چیزی در این عالم بدون عکس العمل نیست. عزیزان منتظر عکس العمل عمل خودشون باشن. خدایی که از کهکشان تا اتم و مادون اتم رو خلق کرده، به ما انذار کرده، انا انذرناکم عذابا قریبا، ما به شما انذار میکنیم که خارج از معادلات الهی اگه وارد روابط شدید، بیچارگی در دنیا و جهان ابدی شما رو میگیره. بنابراین پیام ما به جوانای عزیز اینه که سفت و محکم در چارچوب قانونی که خالق برای شما گذاشته دستتونه به دست هم بدید، محکم جلو برید و منتظر رحمت الهی باشید، که این رحمت در مرحله اولش به صورت نستی پاک بله. که ادامه وجود شماست ادامه خواهد داشت. به شما میرسیم خانم شریعت پناهی. شما این صحبت های آقای مهاجرانی رو اگر بخواید ازدواج سفید در پیش بگیرید، میپذیرید چنین راهنمودی رو؟ ازدواج سفید رو اگر به اون معنی بگیریم که درش هیچ عقد شرعی و عقد قانونی برقرار نیست، من فکر میکنم که عواقبش خیلی مشخصه. در واقع شما اگر عقد موقتی داشته باشید در چارچوب اسلامی که شما دارید در واقع ازش صحبت میکنید، زنی که در اون، اول پیش از هر چیزی بگم که شما به زن و مرد اشاره کردید، برای همین ما اینجا در این جلسه واقعا فقط به زن و مرد اشاره میکنیم و به تبعیض‌آمیز بودن اصل ازدواج اینجا اشاره نمیکنیم. ولی بلافاصله از لحظه ای که عقد موقت برگزار بشه، اجرا بشه، زن مجبور تمکین بکنه
اجبار داره تمکین بکنه. برای خروج از کشور باید اجازه بگیره از همسر موقتش. تمام اصولی که یک عقد دائم داره و ما کم نشنیدیم راجع به نابرابری‌های موجود درش، بر اون عقد هم برقراره. من متوجه نمیشم که عقوبت الهی که قراره حالا در دنیای بعد بیاد یا بعدم بیاد چطور میخواد جلوی این نابرابری که از لحظه عقد موقت یا عقد دائم وقتی که دست در دست هم گذاشتن و یه نفر قراره که یه نفر دیگر بکشه دنبالش و نذاره اگر خواست بره بیرون به راحتی بره بیرون، اون عقد شما چطوری میتونید غضب الهی رو اونجا توضیح بله. بدید؟ ببینید در ازدواج ما ازدواج دو نوع داریم، ازدواج بدون زمان و ازدواج با زمان. هر دوی این ازدواج آزادی کامل با زن و مرده، یا میتونن قبول بکنن یا میتونن قبول نکنن. توجه میکن من از شما بزن. ولی اگر قبول کردن پیامدهاش چیه؟ الان بهتون میگم. ببینید جناب آقای کریمی، شما مثلا الان در این تشکیلات الان کار میکنید، روزی که اومدید یه قراردادی امضا کردید، اصلا جامعه بشری خارج از قرارداد نیست. شما آزادید یه قرارداد امضا بکنید یا قرارداد امضا نکنید، ولی نمیتونید بگید مثلا من این قرارداد امضا کردم که فرض بکنید این بنا رو بسازم ولی حالا دیگه بی خیال این قرارداد میرم کنار. نه، اسلام آزادی داده، یعنی گفته شما میتونید قرارداد امضا بکنید یا نکنید، ولی وقتی قرارداد امضا کردید با توجه به شروطش باید پابند باشی بهش. بله. یکی از اینایی که اصلا در ازدواج موقت نشوز به معنی خروج از بیت نیست، خانوما میتونن آزاد بشن برن بیان، اجازه شوهر نمیخواد. کی گفته اجازه شوهر؟ خانم در ازدواج دائم میخواد. بله. اونم اگر توافق بکنن لازم نیست. بله. اونم بین فقها با صحبت است که در چه مقاطعی. خانم شاید پناهی، شما در مورد همین مسائل کتاب نوشتید، نظر شما چیه؟ آیا در ازدواج چه دائمی چه موقت نوعی تبعیض هست در مورد حقوق زن؟ شما بهتر سوال کنین نوعی برابری هست یا نه. یا نه، چون ایشون گفتن تبعیض هست به شکل سوال. بله. ولی آیا برابری هست یا تبعیض؟ بله، ببینید من چیزی رو که در قانون هست اون رو محکوم میکنم. در قانون کجا؟ در قانون ایران. بله. ما مشخصا الان راجع به قانون ایران صحبت بکنیم بهتر. و من این رو به کلی رد میکنم به خاطر اینکه سراسر تبعیضه، به خصوص در ازدواج دائم و در ازدواج موقت هم خب ممکنه یه سری آزادیه که حالا آجاقا میگن وجود داشته باشه، ولی در عوض باز یک سری تبعیضات دیگری به وجود میاد. ببینید اگر من بخوام اینجا الان تبعیضات قانونی رو خدمت آجاقام هستیم استفاده میکنیم بشمارم، یکی از مهمترینش حق طلاق. خب ما در قانون مدنی خودمون میگه که طلاق خلع وجود داره، ولی خانم برای اینکه این طلاق رو انجام بده یا باید مهریه رو ببخشه یا کمتر از مهر رو ببخشه یا بیشتر از مهر رو ببخشه. حالا من از خدمت حاج آقا سوال میکنم آیا این در واقع حق طلاقه یا اینکه نه باز رضایت شوهر لازمه برای اینکه خانم باید انقدر از اموال خودش ببخشه تا آقا هم رضایت بده به طلاق؟ پس این دیگه حق طلاق زن نیست. در صورتی که در متن قرآن کریم چیزی که من جستجو کردم و پیدا کردم اینه که حد اکثر تا میزان مهری که گرفته اون رو باید ببخشه، حد اکثر میتونه شوهر کمتر از اون رو بخواد، ولی حد اکثر چیزی رو که شوهر میتونه طلب کنه طبق متن قرآن کریم مهریه است حد اکثر و نه بیش از آن. شما اگر از قانون استفاده نکردید در دادگاه میگن چی؟ میگن تقصیر خودت از قانون استفاده نکردی، میخواستی قانون بلد باشی استفاده بکنی. قانون اسلام این اجازه رو داده در متن ازدواج زن حق طلاق برای خودش بنویسه، بگه حق طلاق با من. شرایطش حتی بالاتر از اون حق چون به هر حال به طور کلی حقوقی زن داره حقوقی مرد داره، بگه که من میخوام فرض کنه تو لندن زندگی کنم یا مشهد زندگی کنم یا قم زندگی بکنم، بنابراین اگر یک کسی استفاده نکرد از این حقوق اون اشکالی به اون حقوق نیست. خانم راد بله لذا ما باید آگاه سازی بکنم نسبت به ببینید در مورد شروط ضمن عقد اتفاقا همین الان
دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. در واقع گرفتن اون حقوق از مردی که در یک جامعه مردسالار با امکانات مختلف داره زندگی میکنه، جامعه‌ای که مجبور شده مهریه زن رو ببره بالاتر برای اینکه امنیت شغلی، امنیت زندگی داشته باشه، در واقع امنیت اقتصادی داشته باشه بعداً. جامعه‌ای که زنا رو داره هرچی بیشتر بیشتر به خانه میرونه و نمیذاره که استقلال مالی، استقلال اقتصادی و استقلال اصلا شخصیتی داشته باشن، داریم راجبش صحبت میکنیم. اما این شروط ضمن عقد شما ببینید چند تا دفترخونه توی تهران دارن ثبت میکنن. ما یه جای راجب اسلام و فقه و الهیات و اون چیزی که وجود برتر حالا خدا گفته صحبت میکنیم، یه جای راجب زندگی روزمره یک سری انسان در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنیم که دارن یه عده‌شون انتخاب میکنن میگن نه، ما نمیخوایم، ما این شرایط عقد ازدواج بلند مدت، کوتاه مدت، شما هر چی که اسمشو دلتون میخواد بذارید، ولی اینا چیزایی که داریم ارائه میشه اینا نمیخوان. و چون میگن نمیخوایم، ناچار میشن این نوع زندگی مشترک رو مخفیانه پیش ببرن. حالا سوال اینه، آیا مخفی بودن این نوع ازدواج به دلیل اینکه فضا ایجاد میکنه برای اینکه آزادانه تصمیم بگیرن و آزادانه ادامه بدن و بعد اگر خواستن آزادانه ازش خارجن، این نقطه قوتشه یا نقطه اتفاقا آسیبشه؟ برای اینکه آقای ماجرانی میگه شما وقتی دور از چشم قانون باشی حمایت قانون را هم نذاری، چه بسا حمایت خانواده و اطرافیان را هم نداشته باشی. این دو تا نکته است، یکی اینکه البته کسایی هم هستن که اتفاقا خانواده ها کاملا در جریان هستن و اصلا خودشون میرن برای فرزندانشون، احتمالاً اقلیتیست، اصلا کل داستان راجع به اقلیت داریم صحبت میکنیم. اما در مورد مثلا مبحث خشونت خانگی فرض کنیم که یک مردی یک زنی رو که همسرشه داره کتک میزنه، آیا به عنوان یک مرد یک زن میتونه بره بگه همسر منو کتک زد؟ نه، ما قانون مبارزه با خشونت خانگی نداریم، انگار که یک کسی تو خیابون اومده شما رو کتک زده. منظورم اینه که چارچوب های حمایتی از اتفاقاتی که ممکنه توی خونه بیفته، توی همخونگی بیفته، در ازدواج قانونی هم وجود نداره اونقدر که ما بخوام بگیم حالا چون که اینا ازدواج نکردن پس اون حمایت ها رو اصلا ندارن. خب طبیعتا حمایت هایی رو از دست میدن، باید پنهان باشن همونطور که گفتم، یا دارن یه کاری انجام میدن که غیر قانونیه. چیز خیلی ساده خانم راد، حمایت قانونی که بابت فرزندت میگیری. خب اگر در این ازدواج خیلی ساده است، کسی که ازدواج سفید میکنه به این آگاهی رسیده که نمیخواد الان بچه دار بشه در جمهوری اسلامی، که فرزندی که از صیغه موقت به دنیا میاد، فرزندی که از یک مرد خارجی به دنیا میاد، فرزندی که به هر دلیلی از یک ازدواج توی گیومه میگم نامتعارف و غیر قانونی به دنیا میاد، دردسرهای خودشو داره. طبیعیه که اون آدم به فرزند آوری فکر نمیکنه. اگر یه وقتی بخواد فرزندی داشته باشه یا یه نطفه ای تشکیل بشه یا هرچی، به فکر این میفته که یا این رو از بین ببره ازدواج دائمی کنه یا ازدواج رو دائمی کنه. دقیقاً من فکر میکنم که اصلا قرار نیستش که ما هی اقلیتاً در اقلیت بریم و همون در واقع استثنایی که ممکنه رخ بده بدیم. بله، بچهای زیادی هستن که به دنیا میان، ولی نه لزوما از ازدواج سفید، بلکه از تجاوزهایی که داره توی این کشور اتفاق میفته، از تجاوزهایی که به بچهای زیر 18 سال داره اتفاق میفته. این هم مثل اونا بله. راهکاری در مقابل اونا هر وقت بود اونا هم استفاده میکنه. خانم شریعت پناهی، بچه‌هایی که از ازدواج به دنیا میان در ازدواج‌های موقت هم خیلی از حقوق بچه‌های ازدواج‌های دائمی رو ندارن، بنابراین این خیلی استدلال قوی برای رفتن به و استدلال کردن علیه ازدواج سفید نیست. نه ببینید، من اصلا با ازدواج موقت هم مخالفم. ببینید، من میگم که شما رابطه ازدواج رو اگه باز من بحث رو میبرم رو قرآن، چون فکر میکنم یه مقداری مطالعات هم رو قرآنه، اونجا میگه شما هدف از ازدواج بین یک زن و یک مرد، البته جاری شدن مودت، رحمت و آسایش و آرامش. من خودم به شخص دنبال اون رابطه زیبا و عاشقانه و پر از مودت و رحمت و گذشت و آرامش هستم بین زن و مرد، که در اون یک قانونی ایجاد بشه به نام خانواده و در اون فرزندانی که رشد میکنن جهان رو از سوی جنگ به سوی صلح و آرامش ببرن. مسئله اینه که این توصیف زیبایی مثلا که شما کردید از ازدواج رو جوانها در اطرافشون خیلی نمیبینن. خانم شریعت پناهی، و خانواده هم که گفتید اون قانونی که شما گفتید شاید واقعا نیست. درست. من از یک جامعه شناس ایرانی نقل میکنم، میگه خانواده
بیش از اون که منبع تولید ارزش باشه منبع بدآموزی شده. پدر و مادرها دروغ میگن، تفره میرن، به هم خیانت میکنن، پول پرست هستن، حجم زیاد تعارفای بیهوده، ریاکاری، پنهانکاری، به رخ کشیدن مادیات، جوزدگی و پذیرفتن روندهای جامعه بزرگ باعث شده فرزندها اعتبار چندانی برای خانواده قائل نباشن و به منابع تولید ارزش دیگه ای روی بیارن. بنابراین شاید یکی از دلایل ازدواج سفید اینه که خانواده دیگه منبع ارزش نیست. درست. خب به این ترتیب ما راجع به کتاب‌ها و نمی‌دونم اون چه که در متون قدیمی اومده راجع به توصیف‌های زیبا صحبت نمی‌کنیم، راجع به حال حاضر به عنوان یه پدیده اجتماعی صحبت می‌کنیم. آیا این جوان‌هایی که به این نوع ازدواج روی میارن اطرافشون رو می‌بینن و مضراتی بر ازدواج‌هایی که ثبت میشه و رایجه می‌بینن و این اونها رو به ازدواج سفید می‌کشونه یا نه؟ بله بله، من در ابتدا گفتم که اون سه تا جنبه‌ای که ما در اجتماعی مثل ایران داریم شما اینا رو بیرونه. چیزی که شما به این جوان‌ها میگید اینه که شما بیایید به اون چیز زیبا فکر کنید، سعی کنید که اون چیز، ولی اگر اون چیز زیبا رو نشه، اون ازدواج دائمی به شکل زیبا رو نشه عملی کرد و عملی کردن اون از دست اینها خارجه، اون وقت چی کار باید کرد؟ ببینید، من همیشه در پدیده‌های جامعه شناسی از وضع موجود به وضع مطلوب میخوام گذر بکنم. خب یعنی شما اگر به عنوان یه جامعه شناس به یه پدیده نگاه میکنید، یا میگید که این خوبه بنابراین در جهت تثبیت و گسترشش میریم، یا میگید که این اشکالاتی داره ما میخوایم این اشکالات رو برطرف کنیم، یا اینکه میگیم به کلی این بده ما میخوایم از بین ببریمش. من در پدیده‌ای که بین به نام ازدواج کلن در همه جوامع مطرح هست، من چیزی که میخوام و دنبالش هستم که پیدا بکنم همین آرامشیه که این دو نفر باید وقتی در کنار هم باشن به هم منتقل بکنن. اگر این آرامش به هم منتقل شد، اون وقت اون کانون، حالا چه اسمشو بذاریم خانواده، چه بذاریم هسته های دو نفره، چه بذاریم هر چیز دیگه. در مورد این تصویر زیبایی که شما دارید ارائه میدید از یک زن و یک مرد و بچه هایی که دارن و از لحظه ای که لباس سفید عروسی تنش پوشید تا لحظه ای که داره میمیره کفن سفید بپوشه، این یک رویا بیشتر نیست. واقعا آماری که جوان ها بین 25 تا 30 سال دارن جدا میشن، دارن طلاق میگیرن، دارن به نتیجه میرسن که این زندگی آرمانی که میخوان داشته باشن نیست. در این حال که دائما داریم تاکید میکنیم که ازدواج بین یک زن و مرد، حتما بچه دارن، در واقع هی داریم جامعه نرمالی رو تبلیغ میکنیم که وجود نداره. این جامعه اصلا وجود در واقع خارجی نداره، این آرمان جامعه امروز ما حداقل نیست، ممکنه 100 سال بعد برگردیم. حتی اگر بتونن این جوان ها به فکر ازدواج دائمی هم نیستن و نمیخوان. همینطوره. خیلی از کسایی که میخوان وارد این ازدواج ها میشن میگن که میخوایم بهتر بشناسیم طرف مقابل رو که بعدن ازدواج بکنیم. اما چرا ازدواج میکنن؟ ولی مصاحبه هایی که با بعضی از این زوج ها شد در نشریاتی که راجع به این نوشتن و البته به تعطیلی اون نشریات انجامید، نشون میده که بسیاری از دخترانی که وارد این ازدواج های سفید میشن به این قصد وارد میشن که در نهایت این دائمی بشه، یعنی امیدشون اینه. چرا میخوان دائمی بشه؟ به خاطر اینکه وقتی توی ازدواج سفید هستن از امنیت اجتماعی برخوردار نیستن، زندگی معمولا پنهانی دارن، برای اینکه در یک جامعه دارن زندگی میکنن که اگر اون ازدواج سفید تموم بشه این زنه که آسیب دیده. برخلاف چیزی که شما گفتید، ازدواج دائمی برای اینها یک ارزشه. دقیقاً در واقع میخوان ارزش داشته، یعنی میخوان به اون امنیت برسن، میخوان به اون فضیلت برسن و بعدش میگن بهتره. دقیقاً میخوان بگن که ما امتحان کردیم و دیدیم این کار میکنه، این ازدواج در آینده کار خواهد کرد و بعدش میخوان برن عقد بکنن، اسمشون توی شناسنامه بیاد و بعد تبدیل بشن اگر تموم شد به یک زن مطلقه با تمام نگاه منفی که درش هست. من مخالف این نیستم که امروز ازدواج یک ارزش در ایران، امروز یک فضیلته. دارم میگم که ازدواج خودش تبدیل شده به یک تعهد، به یک گارانتی که وجود نداره برای اینکه یک زندگی خوشبختی داشته باشیم، در حالی که اینطور نیست. آقای ماجرایی، گاهی وقتا طوری صحبت میشه که این تصور غلط به بیننده میده که حرفایی که زده میشه منعکس کننده مثلا خواسته های جووناست. به هیچ وجه اینطوری نیست. جامعه ایران یه جامعه عمیقا مذهبیه. اکثر جوونا به خصوص خانوما دوست دارن ازدواج بکنن، دوست دارن رابطهشون دائمی باشه. به هیچ وجه بعضی از مفاهیمی که در غرب بوده قابل تطبیق با جامعه ما نیست.
مثلا سرکار خانم اشاره کردن به خشونت خانوادگی، انصاف، آدم حتی راجع مخالفش هم باید رعایت کنه. کی گفته قانون در ایران از خشونت خانوادگی اگر مرد اعمال کنه طرفداری نمیکنه؟ اجازه من خواهش من صحبت نه. خیلی هم قانون پشتشونه، با اینکه گفتم شخص بنده طرفداری میکنم از مکتب خالص الهی و طرفداری نمیکنم از هیچ حکومت خاصی و مخالفتم به عنوان خاص نمیکنم، من از اون مکتب دفاع میکنم، ولی به عنوان انطباقش در جامعه ایرانی خیلی هم از خشونت خانوادگی، اگه یک زنی بره دادگاه شکایت کنه که مرد این کار میکنه، پیگیری قانونی داره. راجع به ازدواج سفید چند نکته رو توجه بکنید. یکی این که اولا این اصلا ازدواج نیست، همین اون چیزی که در غرب میگن living together. بله. دوم این که ورشکستگی این living together در اصلش که دنیای مادی باشه، ببخشید گفتم غرب، من اعتقاد به دایکاتومی یعنی تفاوت بین غرب و شرق نیستم، برای من مادیات و غیر مادیات مطرحه. حالا این میخوام مادیات ایران باشه، در دنیای مادی ورشکستگی این اندیشه ثابت شده. من چند روز پیش آماری رو میخوندم که حتما با اینترنت میتونین گوگل بکنین ببینید که اکثر زنهای غربی ترجیح میدن که داخل یک ازدواج باشن، و جالبتر این که میگفت که ترجیح میدن که شوهر پولداری داشته باشن، که مسلمه همه خانم‌ها دوست دارن. وقتی صحبت از نه دو قطبی جهان غرب و جهان غیر غرب بلکه جهان مادی و غیر مادی میکنید، ما رو دوباره برمیگردونه به بحث ازدواج موقت، چون شما به عنوان یک راه حل اون رو مطرح میکنید. هستند کسانی از جمله من، از دختری که در یک ازدواج سفید در زندگی میکنه نقل میکنم که گفته که اتفاقا ازدواج موقت، صیغه موقت، هرچی اسمشو بگذاریم، این از نوع مادی ترین ازدواج هاست، برای اینکه برای ارضای نیازهای جنسی مرده. جواب اولا اینه، من با صدای بلند میگم و از افتخارات مکتب پاک اهل البیت علیهم السلام، کی گفته که ارضا نیاز جنسی بده یا مادیه؟ این دید مادی هاست. روابط جنسی از نظر اسلام اگر داخل در قانون الهی باشه عین عبادته. شما باید طوری عمل بکنید که بشر خوشبخت بشه، به خصوص خانوما باید طوری عمل بکنن که حد اکثر مرد. به حرف من خوب ببخشید، اینجا رو نکته رو بگیرید، خانوما باید طوری عمل بکنن که حد اکثر مرد رو پابند بکنن، یعنی تا جایی که میتونن. ولی به عنوان ببخشید من صحبت نتاموش اینسترومنتال طولانی میشه، ابزاری اشکال نداره، چون صحبت های سرکار ما خیلی طولانی، ما شنونده خوبی بودیم، به صورت ابزاری ولو از قوانین مدنی، قوانین شرعی، به صورت ابزاری استفاده بکنن که مرد رو پابند بکنن به این رابطه. متاسفانه این چیزایی که داریم اینجا میشنویم دائم داره از صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه به انهای مختلف، به روش‌های مختلف، و چیز جدیدی نیست. بله چه بهتر، ولی دقیقاً ادعی هستن که دارن میگن نه این چیزی نیستش که ما می‌خوایم. دارن میگن که نه، زن اینجا نیست که مرد رو پابند بکنه. یک ازدواج شما می‌خواید به عقد دائم ببینید، می‌خواید صیغه ببینیدش، یک قرارداد دو طرف است. و چیزی که ما داریم میگیم این قراردادهایی که الان داره ارائه میشه از طرف حکومت یا از طرف شهر فرقی نمیکنه. الان ما جمهوری اسلامی داریم که فعلا داره میگه این شرعش این شکلیه، این قانون ازدواج شرعی این شکلیه، و من به شما پیشنهاد میکنم و اگر خارج از این برید مجازاتتون میکنم. شما میگید که زن دوست داره شوهر کنه و شوهر پولداری هم داشته باشه، برای چی؟ برای اینکه دائم زن سر کار داره در واقع با تبعیض‌های جنسیتی روبرو میشه، دائم دارن بهش میگن مادر میشی که قرار مادر بشی، دارن بهش میگن ای سخت جنین کردی، چه کار بدی کردی، ای ازدواج نکردی، پس کی میخوای بری شوهر بکنی؟ شما دنیا رو یه جای آرمانی می‌بینید، بعد وقتی دارید راجبش صحبت می‌کنید یهو پرکتیکال میشیم، یهو عملی میشیم. این درست نیست. ببخشید یه جمله خیلی مهم، من ما در واقع کسایی که دارن راجب این صحبت می‌کنن که ازدواج سفید اتفاقا مایه خوشبختی کسانی که دارن انجامش میدن در علیه تمام تهدیدها، اینی که دارن یک قراردادی نانوشته توسط قانون و شرع بین خودشون برقرار می‌کنن که دو نفر درش برابرن. ارضای جنسی خوبه، هم برای زن خوبه، هم برای مرد خوبه، هم برای هر انسانی خوبه. خارج شدن از اون ازدواج خوبه، ازدواج سفید برای هر دوشون خوبه، هر کدوم خواستن نه. ببینید اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 16 هم
میگه که بند 3 میگه خانواده رکن طبیعی و اساس اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود. بعد در ماده 25 همین اعلامیه بند 2 میگه مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که از که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار بشن. ببینید ما اسیر دست واقعیت‌ها که نباید بشیم. خب این واقعیتی در جامعه سنتی، در جامعه صنعتی، در جوامع مختلف وجود داره. ما این رو چه بپذیریم چه نپذیریم این داره جاری میشه و جلو و میره جلو. حالا ما به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی، به عنوان کسی که سعادت انسان‌ها رو می‌خوایم و البته اگر سعادت در این دنیا به نحو مطلوبی ارائه بشه انشاءالله که در اون دنیا هم ادامه خواهد یافت، ما بخواییم ببینیم که آیا این پدیده هایی که به وجود آمده اصیله یا عکس العمله. من میگم اینا بیشتر عکس العمله. چرا؟ چرا که الان مثلا طرف رشد فردی خودش رو نمیخواد قربانی بکنه و بره توی تعهد دراز مدت؟ بسیار خوب، این حقشه، میتونه این کار بکنه. اما اگر که ما آمدیم و دیدیم که خب کشش های یک بشر، چه به عنوان یک مرد چه به عنوان یک زن، به اینه که بچه دار هم بشود علاوه بر اون حفظ به اصطلاح مسائل شخصی خودش، خب حالا ما بیاییم و این رو به صورت خیلی مصنوعی بگیم نه نه نه. آیا یک زوجی که در ازدواج سفید با هم زندگی میکنن هم نمیتونن خونواده نامیده بشن؟ من اون نقل قولی که از جامعه شناس در ایران ذکرم در مورد خونواده های جاری در ایران بود، یا خیلی از خونواده های جاری، اگر نه همه خونواده ها. ولی شما اگر هم خونواده رو منبع ارزش بدونید، خود یک زوجی که در ازدواج سفید زندگی میکنن هم نمیتونن بگن ما یک خونواده هستیم؟ اشکال نداره بگن، منتها تعهدها و مسئولیتها و اون مسائل مشترکی که به هر حال بینشون پیش میاد باید طبق یک قرارداد حداقل شفاهی محکم. اگر یک زوجی که در ازدواج سفید زندگی بکنن بگن ما هم بین خودمون یک قرار شفاهی داریم، جواب شما بهشون چیه؟ ببینید ازدواج سفیدی که درش تعهدات مشخص و معلومی بین اون زن و مرد یا شفاهی یا کتبی برقرار کنه. خیلی بی‌انصافیه که فکر کنیم این اتفاق نمیفته و ما این پیشنهاد رو بدیم به کسایی که میدونن. من نمیدونم که این اتفاق میفته یا نمیفته. واقعا اگر میفته فکر میکنم اگر میفته در جامعه ایران، اگر بیفته خوبه، اگر نیفته بده. خب کسی که با وجود تمام تهدیدها، با وجود تمام ممنوعیت‌ها باز هم میخواد بره ازدواج سفید انجام بده، ما بهش میتونیم این اعتماد رو بکنیم که برای زندگی خودش انقدر داره تشخیص خوبی میده که پیشبینی این موارد رو هم بکنه. من فکر میکنم این نگاه در واقع این که شماها نمیفهمید و نمیدونید دارید میرید تو دهنگور یه ذره نگاه خیلی عجیبه، مخصوصا راجعه کسی که داره تو ایران زندگی کنه. من توهین نمیکنم، من میخوام فقط همین یه جمله رو بگم. ببینید من فقط میخوام توصیه ای که به جوانانی که این برنامه رو انشالله میشنوند، توصیه من اینه بهشون که شماها مسئولیت پذیر باشید، بدانید که همخانه بودن هم در واقع ما یه جوری داریم میگیم وقتی که شما ازدواج نمی کنید یعنی شما بی مسئولیت هستید با بار منفی. در حالی که من دارم میگم که توی بیانیه حقوق بشری هم که شما خوندین خانواده رو گفته خانواده، نگفته چه نوعی از خانواده. بله. ولی باز هم در رفرنس هایی که بعدا میدید میگید مردهایی که تو خانواده بودن خوشبختن، یعنی در واقع مرد و زن. نه من دارم نتیجه تحقیقات رو میگم. اجازه بدید آقای ماجرایی صحبت. در اینجا در بین صحبت ها کلمه خانواده پیش اومد، این بسیار مهم. ما وقتی بر رابطه دو جنس مخالف صحبت میکنیم معمولا اینه که در مرحله اول راجع به خانواده فکر نمیکنیم، در حالی که این مسئله اساسی. ما باید بدونیم که رابطه دو جنس مخالف رابطه ای که ممکنه به آفرینش یک انسان جدید منتهی بشه و لذا ولی خانم راد میگن که زوجهایی که وارد این نوع رابطه میشن احتمالاً به احتمال خیلی زیاد به گفته ایشون آگاه هستند و نمیخوان صاحب بچه بشن. بله بذاری من کاملا مطلب رو بشکافم. لذا در تمام تصمیم گیری هایی که بین دو انسان آگاه
نه جاهل برقرار میشه، باید بدونن که این رابطه هر چقدر که روش‌های پیشگیری انجام بشه ممکنه که منجر به آفرینش یک انسان جدید بشه. بنابراین تنها شما در مقابل خودتون متعهد نیستین، در مقابل در واقع یک نسل متعهدین. خب ما باید بیایم این مبنا رو همونطور که با سرکار خانم اشاره فرمودن بر مبنای یک تعهد بسیار پررنگ و میثاق غلیظ بنا بکنیم. شما میفرمایید که یه عده این کار میکنن، جناب آقای کریم، یه عده هم میرن خیلی کارهای دیگه میکنن. انسان کنترل افعالش تا یه حدود دست خودشه. خیلی کسا هستن، فرض بکنید که در همین ایران خیلی کارهای خلاف اخلاق میکنن یا کارهای موافق اخلاق میکنن. اگر یک عده یک سلسله اعمالی انجام میدن، دلیل این نمیشه که ما مجوز صادر بکنیم برای جمعی مردم اون اجتماع بگیم که بعد این کار خوبه یا غلطه. آقای ماجرانی، واقعا من فکر میکنم که یعنی شما هم قبول داشته باشین که یک کودک، یک فرزند، یک آفرینش جدید، هرچی میخواد اسمشو بذارید، فقط در چارچوب خانواده به وجود نمیاد. از هر رابطه جنسی دو جنس مخالف اگر پیشگیری ها انجام نشه یا پیشگیری ها خطا داشته باشه، یک نطفه به وجود میاد. حالا مسئله سخت جنین یک مسئله دیگه یه مسئله پایان دادن به بارداری، این که حق کیه که این اتفاق بیفته. اما اینکه ما بیام بگیم که اول ضمناً هم باید بگم که اینجا ما تعیین تکلیف نمی کنیم، هر کسی برای خودش شرایط خودش مشخصه که چطور تا چقدر آگاهی داره، تا چقدر توانایی داره. تحلیل میکنیم. اجازه بدید. اما این نکته خیلی مهمه، ببخشید. اگر اجازه بدید ما بحث سخت جنین رو بذاریم یه برنامه دیگه راجعش صحبت کنیم، ولی در مورد اون چه که آقای مهاجرانی گفتن یه مقدار مکس کنیم. ایشون میگن که این رابطه باید بسیار به قول ایشون غلیظ باشه، تعهد آور باشه، یه رابطه محکم باشه. شما فکر میکنید اون چه که ازدواج رسمی نامیده میشه فقط یک سنده یا نه به دلیل اینکه یک نهاده، یک تعهدایی با خودش میاره؟ یعنی ببینید، شما وقتی با کسی زندگی میکنید یه جور فکر میکنید راجع به این رابطه، یه جور به طرف نگاه میکنید. وقتی وارد این نهاد شدید احتمالاً یه جور دیگه نگاه میکنید. این نهاد بسیار محکم و استخون داره و شما رو به پذیرش یه سری مسئولیت ها وادارم. یعنی فقط یک ورقی کاغذ نیست. قبول دارید این بله، رو که ازدواج رسمی چیزی بیش از یک سنته و بله، فرد رو وارد فضای خاصی میکنه که مسئولیت های خیلی جدیدتری رو ممکنه بپذیره. ببین، این دقیقا چیزیه که دوستانی که حالا یا داخل ازدواج سفید هستن یا نه در مورد مقایسه ازدواج دائم حالا و ازدواج سفید میگن که اینطوری اگر ازدواج بکنیم به خاطر هر دعوای کوچیکی زندگی رو جمع نمی کنیم بریم. بله، طلاق امروز تو ایران انقدر سخت و دشوار هست که آدما مدارای بیشتری بخوان با هم داشته باشن. اما آیا واقعا راه حلش اینه که بگیم ازدواج کنید که یک مانع بزرگی جلوتون باشه که یهو طلاق نگیرید؟ دو تا نگاه هست. خب طلاق مگه چیز بدیه؟ طلاق یک روشیه برای جبران یک انتخابی که در گذشته انجام دادیم، نه اینکه لزوما انتخاب اشتباهی باشه. آدما در دنیای امروز خیلی سریعتر عوض میشن، تغییر میکنن، تغییر فکر انجام میدن و دیگه بعد از چند سال، بعد از 20 سال، بعد از 50 سال، بعد از 2 سال ممکنه دیگه اون شادی و سعادتی رو که در هم دیگه پیدا میکنن پیدا نکنن و میتونن خیلی هوشمندانه قبل از اینکه به زد و خورد و چیزایی که ما همیشه میشنویم دوچار بشن، از هم دیگه جدا بشن. طلاق اتفاقا یک هدیه است از طرف قانونی که فکر میکرد که ازدواج باید تا ابد باشه که از قوانین دینی میومد. اولا به کار بردن لفظ ازدواج بسیار گمراه کننده است. این چیزیه که برای ازدواج سفید منظور، این چیزیه، این مفهومیه که در واقع ازدواج نیست و زناست. زنا یکی از گناهان کبیره است در اسلام، نه صغیره، و انقدر این گناه خطرناک. اجازه بدید من صحبت کنم. من اجازه نمیدم. اجازه بدید. بله، اجازه بدید. من دارم از بود البته معصبی صحبت. گناه‌ها در اسلام چند جوره. بعضی گناه‌ها انقدر فجیعه و شدیده و آثار مخربی برای جامعه داره که من جمله قتل نفس باشه که از آثار زناست. می‌فرماید لا تقرب الزنا، میگه اصلا نزدیک زنا نشین، نه اینکه زنا انجام ندی، لا تقربوا الزنا، انقدر اعلان خطر میکنه، انه فاحشه و ساء سبیلا. این یه راه غلطیه. چرا؟ برای که خدا راه درست رو قرار داده. راه غلط نتیجه میشه این که گفتن زنا از پیامبر نقل که باعث قتل نفس میشه، فقر میشه. یعنی چی؟ یعنی شما با عمل زنا
باعث میشید که یک نسلی رو دوچار بحران بکنید و اون بچه‌ای که از شما به وجود میاد. بنابراین کسانی که به دروغ بهشون گفتن ازدواج سفید، بدونن از نظر شرع مقدس اسلام این زناست و بله. از اکبر کبائر و دارای بله. لوازم بسیار مخرب تمدنی در جهان و در آخرت داره. خانم شاید خانم. ازدواج نیست. بله، ببینید من اون جمله اون دفعه که نصف موند رو تکمیل بکنم، در یک ازدواج مطلوب که زن و مرد در اون حقوق برابر دارند، اون وقت مطالعاتی که در آمریکا انجام شده در دانشگاه آمریکا به این نتیجه رسیدن که مردانی که در این ارتباط قرار میگیرن هم دارای سلامتی بیشتری هستن، هم طول عمر بیشتری. خانم‌هایی هم که در این نوع ارتباط قرار میگیرن دارای آرامش خاطر بیشتری هستند و کودکانی که در این نوع خانواده ها بزرگ میشن، اینها از نظر موفقیت های اجتماعی اگر موافق باشید پیشنهاد میدم، اگر موافق باشید تحقیق علمیه، اگر موافق باشید این تحقیق و دقیقاً منبعش رو کدوم دانشگاه خیلی زیاد میذارم روی سایتتون فیسبوک برنامه حین پخش بگذاریم، برای اینکه مهمه. اما یک سوالی میپرسم قبل از پایان برنامه، دوستم هر کدوم از مهمون ها خیلی خلاصه جوابشون رو بدن. ما میدونیم که در ایران چیزی به اسم طلاق عاطفی هم خیلی رایجه. به عبارت دیگه زن و شوهر در یک ازدواج دائمی با هم زندگی میکنن، بچه هم حتی دارن، ولی از نظر عاطفی واقعا از هم بریدن. آیا این بدتره از نظر شما یا ازدواج سفیدی که دختر و پسر یا زن و مرد از نظر عاطفی به هم پیوند دارن ولی از نظر رسمی جایی ثبت نشده؟ من شما شما میگید چون هر دو به نظر میاد پدیده‌ای است که به تازگی راجبش صحبت میشه. ببینید اینی که شما میگید مختصر، خب باعث میشه من نتونم جواب کامل بدم، اما سعی میکنم مختصر جواب بدم. ببینید اگر طلاق عاطفی در خانواده‌ای پیش آمده که بچه‌ای در اون خانواده هست، من توصیه‌ام اینه که این طلاق رسمی رو انجام ندهند، باز به خاطر همون آمارهایی که من حالا بله. میذارم تو سایتتون، تا اینکه بچه‌ها به سن بلوغ برسن بعد اون طلاق رسمی رو که من باز پیشنهاد بله. میکنم برابر باشه انجام بدن و به هر حال هر دو حق مساوی در طلاق داشته باشه. اون چه که شما گفتید زناست، یعنی ازدواج سفید، و گفتید نباید کلمه ازدواج رو برش استفاده کرد. بسیار خوب، زندگی مشترک به دور از چشم قانون و شرع هم باشی، این بدتر از نگاه شما یا طلاق عاطفی، یعنی زیست زن و مرد در یک ازدواج رسمی و دائمی با هم بدون هر گونه عاطفی؟ اگر در یک ازدواج رسمی هم مشکلاتی است، یک جای کار مخالف قانون الهی بوده، مثلا تو پرانتز بگم ناناور اون خونه پول رو از ظلم آورده، اون چیزی که در فقه اسلام به مال حرام خونده میشه که زیاد هم هست این روزا، توجه میکنید؟ بنابراین خوشبختی، آرامش و نجات شما در ازدواج موقت به طور مقطعی، این ازدواج هیچ شروطی نداره الا اینکه صيغه‌ای که یعنی اون متنی که بله، فقها گفتن بخونید، شهود لازم نداره و فرزندانی که از این ازدواج هستن ارث میبرند بله. و مثل فرزندان دیگه هستن و بعد از و این رو راه حل میدونه و این یک رحمت خدایی است و بعد از اعلان این نداریم این رحمت هیچ راهی برای تخالف وجود نداره. مگر جواب شما به اون سوال چیه؟ من فکر میکنم که هر انسان بالغی به اندازه کافی دسترسی به آگاهی داره که بتونه برای خوشبختی خودش تصمیم بگیره. میتونه این خوشبختی رو از راه رسیدن به خدا پیدا کنه یا از راه‌های دیگه. برنامه این هفته همینجا تموم میشه. ممنون از شما که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، ژیلا موعد شریعت پناهی، عبدالمجید مهاجرانی و سوده راد. آدرس برنامه را روی صفحه میتونید ببینید. به این آدرس برای ما ایمیل بفرستید. فیسبوک ما هم برقراره برای نظرها و پیشنهادهای شما. ضمناً ما یک نظر گرفتیم از طریق ایمیل یا شاید هم در فیسبوک از آقای علی شهابی، گفتن خواهشمندیم در صورت صلاح دید در پایان هر برنامه منابع اصلی مناسب داخلی و عناوین اونها برای بینندگان مطرح شد. اگر منظور
منابعی که مهمان‌ها استفاده می‌کنن، فکر خیلی خوبیه. ما همینجا هم به یکی از مهمان‌ها گفتیم که منابع رو، منابعی که چه در برنامه مطرح می‌کنن چه پیش از برنامه استفاده کردن، در زمان پخش به ما اعلام کنن که در فیسبوک بذاریم یا خودشون در فیسبوک بذارن. و به این ترتیب از این پیشنهاد استقبال می‌کنیم و به مهمان‌های برنامه‌های دیگه هم خواهیم گفت. شب و روز بر همه شما خوش.